گجت ها رو از اونجا میبینه و از اون گجت ها رو گرفته این گیجا رو اینجا فراهم کرده که شما بتونید شماتیک هم ببینید که به چه صورتی مثلا لایف ترانزکشن ها رو داره میگه که یه دفعه این همه 1.45 کاهش پیدا کرده. یعنی اون خریدارهای بزرگی یادتونه اون یه دونه سایت دیدی val.io بود، نهنگایی که وارد بازار شده بودن با هم داشتیم میدیدیم، این داره حکایت اونو به ما میده که حالا میتونید بعدا هم بهش مراجعه کنید و ازش استفاده کنید. ببینید این دیتا رو گذاشته، فقط نکتهش اینه که شما بتونید ازش استفاده کنید برای تحلیل خرید و فروشتون و بسیار بسیار هم کاربردیه. این هم از وبسایت کوین مارکت کپ که شما از اینجا به بعد تا آخرین روزی که در این بازار دارین کار میکنید از این وبسایت نیاز دارید که استفاده بکنید. و وبسایت تریدینگ ویو که قسمتی از صحبت جلسه آیندهمون خواهد بود، من این آدرس رو براتون اینجا بذارم. دوستان لطفاً در مورد XRP رو این کلیک بکنن. در مورد XRP میخوام که تحلیل های مرتبط با اینو ببینید برای اینکه این کار رو انجام بدین. لطفاً رو همین کلیک بکنید، صفحه که باز میشه تو اون تیکره بزنید چی؟ XRP و بیاین نگاه کنید. XRP USD رو میتونید بزنید، دلار تتر رو میتونید بزنید، دلار رو میتونید بزنید، US دلار رو بزنید، اینا هر کدوم توی این تو بیت فینیکس، این تو بایننس، کراکنه، اینم حالا بر اساس جفت ارزی گرفته XRP بیت کوین. میدونید که یه نوسانی هم میتونید روی اینا بگیرید دیگه، نسبت مثلا ارزش بیت کوین به XRP رو میتونید دوتایی بدون درگیری دلار مقایسه کنید و بر اساسش هم بیاین گین بگیرید. من مثلا این دلاریه رو میزنم اینجا، برای من صفحه مربوط به این فول فیچر چارت رو بزنم که همون تحلیل تکنیکالیه. آیدی ها رو که کلیک بکنم به من چی میده؟ اطلاعات تحلیل سایر تحلیلگران رو اینجا به من میده. به قول معروف شاخهای تحلیل اینا هستن. حالا یه نمونهش هم این آقایی که اینجا قرار گرفته با 102 تا لایک و 10 تا کامنت زیرش گفته که مثلا حالا تو این نقطه یه دفعه رشدی میکنه میرسه به اینجا. این سطح رو بذار ببینم چقدره. ببینیم بعد اینا آدم ها رو که اینجوری ترکشون میکنی بعدا میتونی بگی که حرف درست زدن، نه مثلا چیزی پرت کردن خواستن بازارگرمی بکنن. آها این اومده تحلیلشو توضیح داده، ویدیوشو ساخته گذاشته اینجا. بذار ببینیم حالا این یه خود طول میکشه تا باشه تو متنش، یا اینجا هم میبینید این دوستمون همین سطح رو دیده میگه توی این کاناله هی اومده، یعنی اومده رنج شده عملا دیگه، هی اومده این پایین. میبینید این ساپورت، محدوده ساپورت، این محدوده مقاومت رزیستنته. میگه رو 31.8 میتونه بیاد، یعنی الان با این قیمتی که امروز داره یه چیز حدود 50% میتونید شما رو اصل سرمایه‌تون سود کنید. یعنی رو 23 بخره 50 کمتر میشه 40 40 یکی دو یا مثلا 37-38% توی این بازه میتونه نوسان بکنه، که خب حالا باید دقت داشته باشین که به چه صورتی میتونه این اتفاق بیفته. بعد توی این سایت رجیستر بکنید تا بتونید از خدماتش استفاده کنید، یا اینکه با همون نام کاربری و رمز و عبور گوگلتون اتنتیکیت میشین و جیمیلتون اتنتیکیت میشین وارد میشین و میتونید ازش بهره مند شین. میبینید که حالا دیگه یه خورده هم تخیلی اینجا داره میزنه که آقا روشن شده زیرش، میره بالا این منطقه خریده و فلان و همان. حالا بعد بخونید ببینید چقدر این حرف، این آدمه که داره این حرفو میزنه خودش چقدر ولیدیتی داره. بگذاریم بیاییم بالاتر رو تکنیکالش هم که قبلا با هم نگاه کردیم. شما میتونید شاخص های مرتبط با
خرید یا فروشش رو در بازه مثلا من یه هفته ای بذارم. میگه قطعا فروش تو استرانگ مووینگ اوریج اسیلاتورش میگه نه بخر. اسکرول کنم پایین میام میبینم انبار اینا رو اینجوری گفته، پیوتاش هم برام مشخص کرده که روی مثلا حد اکثر رو آر سش تو دورترینش میتونه به 1.70 دلار برسه، که اگر برسه خب فکر میکنم اعضای این کلاس هر کدوم یه جزیره بتونن بخرن. و داره میگه که مثلا اگر بخواد پایین تر بیاد 11 سنته که وحشتناکه، اینا هم که دیگه واویلاست دیگه، اگه مفشه دیگه همون جزیره هایی که خریدین رو باید بفروشید. با سایت تریدینگ ویو ما جلسه بعد هم کار داریم، بحث جلسه بعدی من در خصوص موضوع یه تیکه از بحث استیبل کوین باقی مونده که در خصوصش با هم صحبت خواهیم کرد، و به صورت خاص هم قسمت کلاهبرداری رو با هم مرور میکنیم. زمانی که اضافه بیاریم میام روی تریدینگ ویو با هم یه مرور داریم. خواهش میکنم که این مطالب رو حتما یادداشت برداری کنید، آدرس وبسایت ها رو بنویسین، باهاش کار کنید تا دستتون را بیفته این مطالب در ذهنتون رسوب کنه. باز هم تقاضا میکنم بعد از این کلاس حتما برید اون قسمت نظرسنجی در مورد مدرس دوره و محتوای این دوره رو، 2 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، ازش استفاده کنید. من سوال آقای عقیلی رو من بشنوم. داری مهندس میکروفونتون بازه. آیا مهندس سلام ده هست؟ البته سوال نیستش، بیشتر در واقع اون یه لینکی بله گفتی بله بله توی هست. چیز هست، توی اینستا هستش، یکی از دوستان در واقع چک لیست گذاشته اون رو، من هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم تو اون فاصله بین کلاس. یکی هم فایلی که گفته بودید، فایل کامل رو میتونید بفرمایید لینکش کجاست؟ فایل کامل که اینجا هستش. اینجا فایل کامل گذاشتم اینجا توی فایل های چیز هست. من یه بار دیگه مشکل نیست، اینجا میتونم البته بذاریم ببینم اگر هست این کار انجام ندم یه لحظه. بله شما این صفحه منو میبینید دیگه؟ چیز نه 5 4 3 2 1 آپدیت فایلاس. اگر چیز نیست من همین یه بار دیگه این کار RNC 8 99 10 29 زدم. ببخشید اینجا نبود بزنم، من میکروفون شما رو ببندم که این فکر میکنم بذارید یه لحظه چون صدا برگشت صدای شما رو داشتیم. من اینجا میزنم این کریپتوکارنسی ای تا زی 99 10 29. البته تو فایل های زمینه این دوره هم گذاشتم و این داره الان آپلود میشه، 2% رفته. خب من دوباره میکروفون شما رو باز میکنم. نکته دیگه ای هست؟ بعد اون این یه موردی بین کلاس فرمودتون، قسمت اول کلاس گفتید یکی از دوستان یه لیستی رو تهیه کرده تو اینستا گذاشته، فکر میکنم واش لیستشون بود. اوکی، یه موردی رو گفتید تو کلاس تو گفتی یه پیشنهاد هم ظاهرا داده بود، درسته؟ آن من برداشتم این بود که یه لیست پیشنهادی هم داده بود، حالا نمیدونم درست متوجه شدم یا نه. اوکی ممنون، دست شما را نکنم. فقط یه سوال که سوال رو مطرح کردم جوابارم دادن دوستان، این سوالی چیز نبود. توی عرض شود توی چکیده مطالب دوره رو، اینو که چکیده که منظور فهمیدم چیه سوال، فهمیدم
بذارید براتون الان فهمیدم سوالتون چی بود. گفتم تجربه خودش از مشاهده ویدیوها گفته و الان من این لینک اینو پیدا بکنم توی گروه تلگرام میذارم که فقط توضیح داده، روش خودش گفته که من چه جوری آموزش دیدم، نکاتی که نوشته رو داره توضیح میده. حالا به بقیه هم توصیه میکنه مثلا از این ویدیو استفاده کنید. ایشون بیشتر متمرکز به قسمت یوتیوب کانال ما بوده که حالا تفاوت چیزی داره با کلاس. علتش هم اینه که شما وقتی یه ویدیو رو میسازین مربوط مثلا چند ماه پیشه و این ویدیو همون مطالب همون موقع رو داره میگه، دیگه آپدیت نمیشه ویدیو مگر اینکه یه ویدیو جدید بسازی. کلاس تفاوتش اینه که شما وقتی تو کلاس حضور دارید، من الان لینک رو پیدا کردم، متوجه فرمایشتونم شدم، الان میذارم تو گروه تلگرام. وقتی شما تو کلاس حضور دارید مطالب، حالا من روی کردم اینه که همیشه مرتب چک میکنم و سعی میکنم مطالب جدید رو بذارم، یعنی مطالبی به کلاس اضافه کنم، محتوایی که این کلاس داره با کلاس قبلی که برگزار شده متفاوته. لذا خب این باعث میشه که هی مطالب جدید بیاد، این بازار هم هی داره تغییر میکنه دیگه، اینطوری تو کلاس خیلی آموزش بهتره. الیال گذاشتم تو گروه تلگرام ببینید. ممنون و متشکرم تا این موقع شب همراه ما بودید. جلسه بعد جلسه آخره، خواهش میکنم که یه مرور کلی روی مطالبی که تا الان تدریس شده داشته باشین. سوالی هست مطمئنم بعد از کلاس پایان دوره هم من پاسخگو هستم، اما به عنوان جمع‌بندی بتونیم ازش نهایت استفاده رو ببریم. ممنون از آقای یوسفی، اگر نکته ای هست اضافه کنید، اگر مشکلی در استفاده از خدمات ای سمینار دارین حتما با آقای یوسفی مطرح کنید. انشالله تا آخر این هفته هم دوره های بعدی که دارم برگزار میکنم رو معرفی میکنم تو صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام، که اگر تمایل داشتین که خوشحال میشم اونجا هم شما رو توی کلاس داشته باشیم. ممنون و متشکر، شب همگی از این به بعد وقت وبینار ای سمینار رو یادت بیار.